گفتگو میکنم با دکتر ایدانی، نویسنده، پژوهشگر روانشناسی اجتماعی و مدرس فلسفه پدیده‌شناسی. آقای ایدانی، شناخت خود چقدر اهمیت داره؟ این پرسش بسیار خوبی رو طرح کردید و پرسش بسیار بنیادیه. خود زمینه تمام نوع اندیشیدن انسان توی محیطشه و وقتی میگیم محیط اینجا در بافت فرهنگه، چون اگر من دقیقا توجه نکنم که از کجا میام، وقتی میگم از کجا میام فقط در رابطه با یک محیط جغرافیایی نیست، بلکه در رابطه با یک مفهومیه که در روند تاریخ انباشته شده که من توشم. بنابراین اگر من از یک فرهنگ باز میام، من برای من معانی خاص خودشو داره. اگر من از یک فرهنگ بسته میام، من برای من باز مفاهیم خاص دیگری داره. حالا اینا رو ما چطور باز بکنیم؟ ما میتونیم چه از بافت روانشناسی فرهنگی بهش نگاه بکنیم، بدون واکاوی و ریشه‌شناسی خود، من همیشه با خود و جهانی که توشه، فرهنگی که توشه، مشکل خواهد داشت. آیه دکتر، این فرهنگ من کدوم فرهنگه؟ فرهنگ باز است یا فرهنگ بسته؟ اینو باید خود بشینه زیر سنجش دقیق قرار بده که من در چه فرهنگی روش کردم. هیچ که نمیتونه بهش بگه. حالا محقق میتونه بگه که این فرهنگ باز، این فرهنگ بسته است، این خانواده خوبی، این خانواده بدیه، چون تحقیق میکنه اون پدیده رو. ولی پرسش شما فکر کنم در رابطه با اینه که من عادی، من آدم یک شهروند یا یک آدم عادی چطور به خودم نگاه میکنم، میگم تو کیستی؟ و وقتی میگم تو کیستی، من دارم به فرهنگم نگاه میکنم که درونش من تجربه کردم، اتفاقاتی که برام افتاده، کارهایی که کردم، چیزی که شدم. ها، حالا اینو باز بکنیم، این فرده که واقعا مسئول تمام تصمیماتی که میگیره که کیه. حالا میتونه در این من کیم هر مقولاتو برای خودش به خودش تلقین بکنه یا خودشو زیر نقد قرار بده و کنکاش بکنه و خودشو باز بکنه. پس با این فرد باید تصمیم بگیره. همین اینجا که باز هم مطرح میشه که فرد باید تصمیم بگیره، موضوع مهم باز هم این هستش که خب حالا من باید خودم رو بشناسم. به اهمیتش پی بردیم، متوجه شدیم که چقدر مهمه من باید خودم رو بشناسم. حالا آیه ایلانی، من چگونه میتونم خودم رو بشناسم؟ اولین چیزی که ما باید درک بکنیم، باید وارد یک موضوعی به نامش میگیم نظام خویشاوندیه. نگاه کنیم، مثلا من و شما ایرانی هستیم از فرهنگی نه. بنابراین ما در بافت یک نظام خویشاوندانه میاییم، یعنی اون چیزهای نمادینو ما با همدیگه به اشتراک میشونیم، سمبول ها. مثلا شما وقتی میگید سهراب، رستم، ضحاک، من این نمادهای اساسی رو میگیرم. حالا درک من، برداشت من، تفسیر من، تأویل من از این نهادها و نماد، چیزهای نمادین چیه؟ ما به این میگیم نظام خویشاوندی. خویشاوندی نیست که من باید برادر شما باشم، بلکه ما چه چیزهایی را در این فرهنگ به ارث بردیم. اینجاست که وقتی گفتگوی اصالتگرایی نباشه، خود مشکل داره با این خویشاوندی. بنابراین یکی از مشکلات بنیادی که وجود میاد مسئله از خود بیگانه شدنه، در فرهنگ خود از خود بیگانه شدنه، اعتماد نداشتن به همدیگره، یا اینکه مشکلات روحی و روانی برای همدیگه به وجود آوردنه. چون این مسائل برای ما مهم نیست، اونش چیز نکردیم، فقط میگیم خب منم دیگه، من اهل این منطقه از ایران هستم، شما اهل اون منطقه هستین، من پسر اینم، تو پسر اینی، من تو این قبیلم. اینا ما رو به هم در گفتمان، در اندیشیدن نزدیک نمی کنه.
یه اشاره‌ای داشتیم شما به سهراب و رستم، من اینطور نگاه میکنم که اشاره داشتیم به تاریخ و اینکه من برای شناخت خودم نیاز دارم از تاریخ خودم هم چیزی بدونم. بله. درست برداشت کردم؟ بله. نگاه کنین، فرهنگ چیز ایستایی نیستش. فرهنگ جایگاه تولید معناهاست. اوکی؟ اینو خیلی دقت بکنید. فرهنگ ما منبع تولید معناهایی است که ما با هم نقل مکان میکنیم. پرسش: ما چه معناهایی در این فرهنگ با هم دیگه به گفتگو نشیم؟ مسئله معنا برای هستی و زندگی آدمیه. در معناست که من زندگی میکنم. اگر معنایی نداشته باشم از زندگی، نمیتونم بگم من میترسم، من غریب شدم، من عاشق شدم، من شعر خیام رو دوست دارم، من فروغ رو دوست دارم یا ندارم. اینا همش من در جستجوی و یافتن معنایی است که بهش میگن هم خودی رو پیدا بکنم. توی این کلان که ما بهش میگیم چی؟ فرهنگم. وقتی این خود نتونه دیگری رو در فرهنگ خودش پیدا بکنه، نمیتونه در هیچ فرهنگ دیگری پیدا بکنه. آقای دکتر، این فرهنگ رو میتونید برای من توضیح بدید که من بدونم منظورتون از فرهنگ چی هست؟ این یک مقوله بسیار پیچیده. یه فرهنگ، یعنی گفتم که هر چی رو که ما به ارث بردیم تا اونجایی که دانشمون از رشد اندیشیدن و اتفاقات که در این فرهنگ اتفاق افتاده مجموعه میشه از فرهنگ ما. حالا هر کسی به زعن خودش، دانش خودش، بینش خودش، آگاهی خودش، نیاز خودش از این دریایی که ما بهش میگیم فرهنگ سهم میبره. این میتونه خیلی تعریف ساده فرهنگ باشه. میخوام به طور ساده بگم، میخوام چی نگم، که ما وقتی نگاه میکنیم توی گفتگو داریم به فرهنگ نگاه میکنیم. من و شما که الان دارم صحبت میکنیم، دارم چون زبان رو دارم صحبت میکنم، توی این فرهنگم و درونش وقتی فضا باز باشه میتونیم به گفتگو بنشینیم در مورد هر پرسشی، هر نقدی و فرهنگ رو غنی بکنیم. خانش خیام، خانش فردوسی، شاهنامه فرهنگ سازی نیستش. اینها جزء بسیار مهمی از فرهنگ هستن، ولی معناهای اونها رو ما توی گفتگوهای همدیگه چیز میکنیم، ما میشیم تفسیر و تعبیر. یعنی میفرمایین فرهنگ اون بستری هست که ما در اون بستر به گفتگو مینشینیم، باریکلا، و حاصل اندیشه های خودمون رو با هم در میون میذاریم. و اینجا رسیدیم به نکته خیلی جالب اندیشیدن که من واقعا دوست داشتم با شما مطرحش بکنم. آقای دکتر، اندیشیدن یعنی چی؟ میدونید این سوال ها رو میپرسم، میدونم این سوال ها خیلی کلی هستش، اما احساس میکنم نیاز هست ما شروع بکنیم و راجبشون صحبت بکنیم که من بفهمم اندیشیدن یعنی چی، تا بتونم در باب فرهنگ خودم بیاندیشم و به خودم برسم. حالا اندیشیدن ما میتونیم به هر حال تلنگاری بزنیم بشه. یه تلنگار کوچیک فقط. اندیشه یک واژه ساده ای نیستش. به هر کسی میتونه، به هر کسی نمیتونه ادعا بکنه که درون این زبان یا هر زبانی میاندیشه. ولی میتونه تو هر وقتش میخواد بگه من فکر میکنم، عقیده من این است، نظر من این است. اگر فرهنگ باز نباشه، امکان اندیشیدن در آن بسیار مشکله. اندیشه یک واژه سترگ فلسفی که برمیگرده به اون گفتمان بسیار پیچیده سقراطی که درونش پرسش‌های بنیادی در مفاهیم بنیادی، در رابطه با مفاهیم بنیادی مطرح میشه. مثلا عدالت، مثلا دوستی، مثلا عشق، مثلا احترام، مثلا عدالت. اینا فقط واژه نیستن که هر کسی میتونه، ولی میتونه ها استفاده بکنه. اینا ریشش از گفتمان سقراطیک یا نوشته های افلاطون به ما رسیده و روی اینها
هر نسل از فلسفه به اینها معانی تعبیر و تفسیر داده تا رسید به مدرنیسم. یکی از چیزهایی که ما باید متوجه بشیم اندیشه مدرن رو میشه منتاج کرد، میشه وارد کرد، ولی آدم نمیتونه مدرن بشه مگر اینکه بستر باز نباشه، بستر فرهنگ جامعه باز نباشه. اگر نه اختلال‌های هویتی عجیبی به وجود میاره. یکی از مثال مثلا تو خود ایران ما، اینا خیلی مهمه که توجه بکنیم به این مسائل اندیشه، خود، هویت، اینا بسیار بسیار پایه‌ای هستن. ما به انگلیسی میگیم فاندیشنال، بنه. ایناست که ما آهسته آهسته باید، و در این بافتی که ما مسئله خودکاوی، واکاوی، وقتی اینا رو میگیم ما میایم به چیزهایی که به اسم بردیم که میگیم اندیشه من. اینجاست که فلسفه میاد میپرسه، نگاه میگم فلسفه میاد ها، این امکان فیلسوف در فلسفه است. چون وقتی میگه در فلسفه داره به افلاطون نگاه میکنه، داره به ارسطو نگاه میکنه و به دکارت نگاه میکنه. حالا میخوام وارد اون بشیم. در اون بافته که میگه ما باید نگاه بکنیم چرا این شدیم، یعنی از کجا آمدیم و الان کجا هستیم. تا مثلا خیلی میگه چرا اینطور شدیم. این چرا اینطور شدیم برای کسی که در عمق اندیشه هست یک پرسشی بسیار بسیار عظیم. و به همین خاطر ما نیاز داریم بپرسیم که چرا اینطور شدیم، چون میخوایم بفهمیم که راه درمانش چیه، راهکاری که پیش روی ما هست، و آیا فلسفه میتونه این کلید رو به ما بده؟ صد درصد. چون ما متاسفانه در بستر فرهنگون که خیلی از دوستان عصبانی هم خواهند شد، رشد اندیشه فلسفی نداشتیم. ما رشد اندیشه عارفانه، شاعرانه داشتیم. اینا بسیار عزیزن، ولی فلسفه سطوریه. فلسفه میگه چرا و عقب نشینی نمی کنه، بخاطر اینکه از این بابته که مسئله ما نمیخوام چون مسئله خودکاوی، یعنی نگاه کردن به این چیزی که ما مورثشیم، ارث بردیم، یعنی 2500 سال اندیشه، یعنی 300 سال از تمرین های ذهن مدرنیسم. یعنی این هاست که توی بحث دانش این واژه ها معانی بسیار بسیار عظیم خودشون رو دارن، تا اینکه مثلا در گفتمان عادی که ما میگیم در عقل سلیم، جامعه که تمام اکثر معانیش بر بستر عقل سلیم چی شده نمیاندیشه. بله. عادت کرده به چیزایی که شدن، میگه اینه دیگه، من عصبانی هم، من اینو ندارم، ولی واکاوی نشده. اینجاست که میگم قدم به قدم، به قول اینا تم به تم، سوژه به سوژه، سوژه به سوژه واکاوی بکنیم. پس ما نیاز داریم که به خودکاوی بپردازیم، و برای پرداختن به خودکاوی نیاز داریم خود رو بشناسیم. یعنی باز هم یک نتیجه یکسان از خودکاوی و شناخت خود، و قرار هست که فلسفه کلیدی به ما بده برای گشودن درهای بسته‌ای که شما می‌فرمایید در طول تاریخ وجود داشته، که منجر شده به یک فرهنگ بسته در کشور ما. این نقد منه به هر حال. نقد شماست. ما می‌خوایم درهای این فرهنگ رو باز بکنیم استاد، و می‌خوام که با استفاده از دانش فلسفی شما به واسطه فلسفه، با کلید فلسفه، این درها رو باز بکنیم. آیا شدنی است؟ هیچ چیزی وقتی اراده، این چیز یا واژه نیچه ایه، وقتی اراده باشه، قدرت بیان که با دانش باشه، هر چیزی امکان پذیر. طبیعتاً توش چالش هست، پذیرش هست، نپذیرفتن هست. اینا چیزهای مهمیه در فلسفه. همه چیزو نباید بگی من قبول دارم یا قبول ندارم، ولی اینکه میپذیریم که ما باید آهسته آهسته نگاه بکنیم به این پیشینه، منشأ. من در روانکاوی میگه اگر تو به کودکیت نگاه نمیکنی چطور میتونی میگه من اگر کودکیت مملو بوده از فشارهای روحی روانی و بی احترامی و فلان و فلان،
چطور میتونه بگه من راحتم؟ حالا تو میتونی ادعا بکنی که راحتی، روانکاو میگه تو نیستی، روانکاو میگه تو نیستی. باید بریم به آغاز. هر نگاه کن، تمام رشته های علوم انسانی ریشش از فلسفه میاد، چون پرسش های پنیانی رو فلسفه میکنه. از این بابت نگاه کردن به این پیشینه، نه به عقب رفتن، بلکه به گذشته نگاه کردن که ما درون اندیشیدن چه چیز به ارث بردیم که الان میگیم من، الان میگیم اینها، الان میگیم شرق، الان میگیم غرب، الان میگیم من لیبرالم، من فلانم. اینا فرمایین استاد که این ما محور قضیه هستیم و داریم از زاویه نگاه خودمون بقیه، یعنی با هویت خودمون، با تعریفی که از هویت خودمون داریم، داریم بقیه رو مورد سنجش قرار میدیم. این هویت باید زیر پرسش قرار بگیره. ولی خب درست میگی، هویت خودمون. پرسش فلسفه اینه، ممکنه برای من توضیح بدی هویت شما چیه؟ و دقیقاً این سوال اول من بود خدمت شما که میخواستم بدونم که من کی هستم. و گمان میکنم که در طول برنامه‌هایی که خواهیم داشت این فرصت نصیب ما خواهد شد که به واسطه فلسفه، با کلید فلسفه و از منظر نگاه شما بپردازیم به این مسئله، به این معضلی که من دارم و خودم رو نمیشناسم. به فرهنگ اشاره شد، به تاریخ اشاره شد، به اندیشه اشاره شد و به خودکاوی و دانش اشاره شد. من خیلی دوست دارم که راجع به تک تک این مفاهیم بپردازیم، به تک تک این مفاهیم، و در نهایت شاید روزی من خودم رو بهتر بشناسم، و وقتی خودم رو بهتر تونستم بشناسم و اون وقت حرفای زیباتری داریم اینجا که بزنیم. به خاطر اینکه من فکر می‌کنم و فکر می‌کنم که شما هم تصدیق بفرمایید، تمام مفاهیمی که بناس روزی راجبش بیاندیشیم از فیلتر این من می‌گذره و این من هستم که منی آزاد میشم، این من هستم که منی عادل میشم، این من هستم که تمام این مفاهیم رو به خودم کاملا میچسبونم. و بله، ما ایرانی ها تا اونجایی که من خوب مشاهده کردم مشکل بسیار عجیبی داریم نسبت به این من در رابطه با تجربه هم. شما قشنگ بیان کردید، خوشحالم که خودتون رو هدف قرار دادی، که خیلی خوبه. چون ما معمولا میگیم از نظر انسانی یکی از مسائل بسیار بنیادی فکر انسان در این است، اینجاست که اصلا منی وجود نداره، اینجا اصلا نه آزادی به وجود میاد، نه هنری خلق میشه، نه منی میشکافم، من فقط واژه های زیبا رو گذاشتم، من دیگه اصلا بیگانه که هیچ، اصلا نیستم. خب ما میخواییم آقای دکتر از این، اگر من بتونم از این نوع نگرش رها بشم، من بتونم به جای پرداخت به تعاریف بپردازم به خودم و جایگاه خودم در این مفاهیم، من فکر می‌کنم خیلی نتایج بهتری می‌تونم بگیرم. شما کاملا درست میگید. پس مسئله اینه که وقتی میگین من که خود، چطور خودم رو باز بکنم؟ دقیقاً. بعد برم توی فرهنگ. و شما می‌فرمایید که فلسفه به ما یاری خواهد رسوند. آب 100% نگاه غرب رو نگاه کنید. نه اینکه غرب خوبه، این فیلسوفشه که اینش کرده. همون 10-15 نفری که میگیم، نه اوباما و اینا، این ژان ژاک روسوه، این ژان پوگ سارتره، این هگله، نمیخوام با خوب چیز کنم، ایناست که اینا رو چیز کردن، اینا همه توی شما هست. نه، این فلسفه هست. پس چیه؟ این فلسفه هست. راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد استاد، که فرمودیم ما فلسفه نداریم به واقع. روش ندادیم، ما اندیشه فلسفه رو در این فرهنگ روش ندادیم. فلسفه ماورای دکتاگراییه، ماورای دینه، ماورای جزمگراییه. فلسفه با اینا همیشه مشکل داره، ماورای تمام هویت‌هایی که به ما تزریق شده. چون نگاه کن، ذهن انسانی که مفاهیم میسازه در فلسفه دیگه ها. بله. یعنی میگه ایکس هست، مطلق هست. میگه این مطلق از کجا اومده؟ فلسفه میگه. فلسفه میگه نگاه کن، من با شما که دارم شما میگم، من توی ذهنم دارم به جهانم نگاه میکنم. تمام اندیشه من توی ذهن منه. از این طریق سالها و سالها تعمق که کردم، الان میتونم تا حدی که برام ممکنه مسائل بشکافم. ولی در این ذهن اندیشه فلسفی که رسوخ کرده
نه اینکه بگم من معتقد به این فیلسوفم یا این فیلسوف، میگم فلسفه، فلسفه مادر تمامه. یه تعریف، یه جمله از فلسفه هست. هست و ما میپرسیم راجبش؟ نه هست، چون هستی به هست. اصلا ما هر این نیاز از هر پرسیشی که میکنیم که اون لیوان هست، این پرسیش فلسفی. بسیار خوب. و این کلید، و این کلید ما خواهد بود بر برنامه‌های بعدی که بتونیم واکاوی بکنیم خودمون رو و به تک تک این مفاهیم مثل ذهن، دانش، فرهنگ، تاریخ، اندیشه. حتما این برنامه اول بود. من از شما سپاسگزارم که به من هم این شجاعت رو داریم میدین که شوخی بکنیم، بگیم، بخندیم. برنامه اول بود و یقینا در برنامه های بعدی فضا همینطور روز به روز مناسبتر خواهد بود. سپاسگزارم بابت وقتی که میدونم وقت خیلی ارزشمنده. خواهش می‌کنم وقت شما دادین و تا برنامه بعدی. قربونت برم. سپاسگزارم. Thank you.